دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی تاجیکستان محمدی رحمت الله رهبر سلفیهای های تاجیکستان را به 8 سال زندان محکوم کرد. به گفته این دادگاه محمدی رحمت الله رهبر سلفیهای های تاجیکستان طبق بند 307 قانون کیفری تاجیکستان یعنی تأسیس سازمان های افراطی و برانگیختن کینه و عداوت دینی مجرم شناخته شده است. سنگین غیرتزاده رئیس دادگاه در این باره گفت هنوز حکم دادگاه اجرایی نشده زیرا وکیل مدافع رحمت الله درخواست تجدید نظر داده است این سنی تندرو در عواست سالهای 2000 در اوج فعالیت گروه های سلفی در تاجیکستان یکی از سخنگویان و مدافعین این فرقه محسوب می شد. دولت تاجیکستان طی حکمی در سال 2009 میلادی فعالیت سلفی ها را ممنوع اعلام کرد و پس از آن در سال 2014 میلادی این جریان فکری را افراطی نیز نامید.